بهترین فیلم ها درباره جنگ جهانی اول و دوم. بخش اول. جنگ اتفاقی سخت و ناراحت کننده است که برای نشون دادن اون فیلم های بزرگی ساخته شده. جنگ جهانی اول و دوم با میلیون ها نفر کشته از وحشتناکترین و از نظر تاریخی و سیاسی از تأثیرگذارترین اتفاقهای تاریخ بشر به حساب میان. فیلم هایی که بر اساس اتفاقات جنگی ساخته شدن بیشتر در ژانر درام، تاریخی و جنگی دستبندی میشن و بیشتر این فیلم ها بر اساس اتفاقات واقعی هستن. برگ برنده این فیلم ها میتونه یک داستان یا یک جلوه ویژه میدانی خیره کننده یا ترکیبی از هر دوش باشه. تو بخش اول این ویدیو بهترین فیلم هایی که درباره اتفاقات جنگ های جهانی اول و دوم ساخته شده رو به ترتیب از کمترین به بیشترین امتیازهای مردمی معرفی میکنیم. یادتون نره که بخش دوم این ویدیو بر رتبه 14 تا 1 این لیست بهترین فیلم ها رو هم ببینید. 26. خط باریک سرخ. خط باریک سرخ فیلمی در ژانر جنگی به کارگردانی مالیکه که در سال 1998 اکران شد. این فیلم که در استرالیا فیلم برداری شده از برنده های جایزه خرس طلایی برلینه. فیلم نامه خط باریک سرخ توسط مالیک با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته شده. داستان خط باریک سرخ در جنگ جهانی دوم میگذره، زمانی که اولین درگیری عظیم نظامی آمریکا در جزیره‌ای در اقیانوس آرام با ارتش ژاپن در حال اتفاق افتادنه. برای پایان بخشیدن به این نبرد، ارتش آمریکا تصمیم میگیره با تمام قوا و تجهیزات آخرین مقاومت ژاپنی‌ها رو نابود کنه، چون این جزیره تأثیر زیادی روی پیشرفت ارتش آمریکا داره. این فیلم در 7 رشته نامزد جایزه اسکار بود. 25. دشمن پشت دروازه ها. دشمن پشت دروازه ها فیلمی جنگی به کارگردانی ژاک آنو محصول 2001 در مورد نبرد استالینگراد در طول جنگ جهانی دومه. این فیلم بر اساس واقعیت و کارگردان به خوبی تونست این اتفاق رو نشون بده. داستان دشمن پشت دروازه ها در پاییز 1942 روایت میشه، زمانی که ارتش نازی تا پشت دروازه های استالینگراد پیشروی کرده و سعی در تصرف شهر داره. در سمت دیگه تکیه‌انداز ماهر روسی برای مقاومت در برابر آلمان ها تبدیل به یک قهرمان محلی میشه، اما با اومدن سرگرد کنیگ آلمانی که یک تکیه‌انداز زبده است مهارت اون به چالش کشیده میشه. بین این دو نفر جدلی شخصی اتفاق میفته و هر کدوم سعی میکنن تا اون یکی رو هدف گلوله قرار بدن. 24. خشم. خشم فیلمی در ژانر جنگی که اتفاقهای اون در زمان جنگ جهانی دوم رخ میده. داستان فیلم در ماه آخر جنگ جهانی دوم در آوریل 1945 اتفاق میافته، در شرایطی که متفقین آخرین ضربه های خودشون رو به بخش اروپای جنگ جهانی وارد میکنن. داستان خشم و شخصیت گروهبان وارددی برگرفته از وقایع نگاری های انجام شده توسط بسیاری از خدمه های تانک های متفقین در جریان جنگ جهانی دومه. بارزترین نمونه اونها سرگذشت فرمانده آمریکایی تانک معروف به وارددی که یک روز بعد از نبرد نورماندی در خط مقدم پیاده شده و تعداد زیادی دستگاه از ابزار سنگین دشمن را از بین برد. این فیلم نامزد یک بخش اسکار شد اما موفق به دریافت جایزه نشد. 23. امپراتوری خورشید. امپراتوری خورشید فیلم سینمایی آمریکایی در ژانر درام و جنگی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ. این فیلم در سال 1987 میلادی اکران شد. فیلمنامه امپراتوری خورشید با اقتباس از رمانی با همین نام نوشته شده است. داستان امپراتوری خورشید درباره یک پسر بچه انگلیسی به نام جیمز گراهامه که در دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده‌اش در شانگهای سکونت داشته و توسط ژاپنی‌ها به اسارت گرفته میشه. این فیلم کاندیدای 6 نامزد در اسکار شد که موفق به گرفتن جایزه نشد. 22. کتاب سیاه. کتاب سیاه فیلمی هیجان انگیز درباره جنگ جهانی دوم به کارگردانی پل ورهوونه که در سال 2006 به اکران عمومی در اومد. داستان این فیلم درباره یک زن جوان و زیبای یهودیه که در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال هلند توسط ارتش نازی برای بقای خودش تلاش میکنه. اون برای کمک به گروه‌های آزادی بخش با یکی از فرماندهان ارتش نازی طرح دوستی می‌ریزه و از این راه نقشه‌های خود را انجام میده. کتاب سیاه در جشنواره فیلم هلند در سال 2006 بیشترین تعداد جایزه را به خود اختصاص داد. رسانه‌های جهانی هم به فیلم به ویژه نقش‌آفرینی ون هوتن واکنش‌های مثبتی نشون دادن. فیلم کتاب سیاه تا زمان ساخت
پرخرج‌ترین فیلم هلندی بود و همچنین پرفروش‌ترین فیلم سینمایی هلند در هلند که تا 12 ژانویه 2007 1,000,000 نفر این فیلم را تماشا کردند. این فیلم از کشور هلند برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان نامزد اسکار شد که در آخر موفق به دریافت این جایزه نشد. 21. طولانی‌ترین روز. طولانی‌ترین روز فیلمی آمریکایی در ژانر حماسی و جنگی به کارگردانی کن آناکین، آندرو مارتون و برنارد ویکیه که در سال 1962 منتشر شد. فیلمنامه این اثر با اقتباس از رمانی با همین نام نوشته شده. داستان طولانی‌ترین روز درباره روزیه که ارتش آمریکا به همراه ارتش متفقین برای بیرون کردن ارتش آلمان نازی از خاک فرانسه تصمیم میگیرند تا به ساحل نورماندی در فرانسه یورش ببرند. این فیلم موفق شد تا در 5 رشته اسکار نامزد شه که در آخر جایزه بهترین فیلم برداری سیاه و سفید و بهترین جلوه های ویژه رو برد. 20. پسری با بیجامه راه راه. پسری با بیجامه راه راه یک فیلم سینمایی تراژدیک و تاریخی به کارگردانی مارک هرمن محصول سال 2008. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام به قلم نویسنده ایرلندیه. داستان پسری با بیجامه راه راه درباره پسری 8 ساله به نام برونوه که به همراه مادرش، خواهر بزرگتر و پدرش که از فرماندهان گردان حفاظتی حزب نازیه به روستایی در اروپا نقل مکان میکنند، جایی که پدر اون ریاست یکی از اردوگاه‌های یهودیان رو بر عهده داره. برانو تو این اردوگاه با پسری به نام اشمول که یهودیه دوست میشه. محوریت داستان فاجعه هولوکاسته که از طریق سرگذشت این دو کودک 8 ساله روایت میشه. 19. تابان. تابان فیلمی رمانتیک و درام به کارگردانی جو رایت محصول سال 2007. فیلمنامه این فیلم با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته شده. این فیلم رو جو رایت که تجربه و تخصص زیادی در ساخت عاشقانه‌های تاریخی داره کارگردانی کرده و این تواناییش رو قبلاً با فیلم محبوب غرور و تعصب نشون داده بود. از بازیگرهای توان میتونیم به اسمایی مثل کیرا نایتلی، جیمز مک آوای و سیر شارونان اشاره کنیم. تاوان از تحسین شده ترین فیلم های سال 2007 شد. این فیلم در 7 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار بود که در بخش بهترین موسیقی موفق به گرفتن مجسمه طلایی اسکار شد. 18. سرزمین من. سرزمین من که در دانمارک با نام زیرشن شناخته می شود، فیلمی دانمارکی آلمانی در ژانر جنگی و تاریخی به کارگردانی مارتین زاندولیته که در سال 2015 اکران شد. فیلمی با الهام از حوادث واقعیه که به ندرت در کتاب‌های تاریخی توصیف شده. سرزمین من داستان اسرای جنگی آلمان رو بازگو می‌کنه که برای پاکسازی میدون‌های مین در دانمارک بعد از جنگ جهانی دوم به سواحل غربی دانمارک فرستاده شدن. تصور بر اینه که بیشتر از 2000 سرباز آلمانی مجبور به کشف مین شدن که تقریبا نصف اونها جون خود یا عضوی از بدن خود را از دست دادن. سرزمین من به عنوان نماینده دانمارک در بخش بهترین فیلم خارجی زبان مراسم اسکار شرکت کرد، اما این جایزه در نهایت به فروشنده ساخته اصغر فرهادی رسید. 17. نامه هایی از آیوجیما. نامه هایی از آیوجیما یک درام جنگی به کارگردانی ایست بود که در سال 2006 به اکران عمومی در اومد. این فیلم نبرد آیوجیما رو از نگاه سربازان ژاپنی به تصویر میکشه. نامه هایی که از آیوجیما به طور کامل به زبان ژاپنی تهیه شده. این دنبال سازی موفق دقیقا همون داستان فیلم دیگه ایست بود در همون سال، یعنی پرچم های پدران ما رو از دید ژاپنی ها روایت میکنه. داستان هر دو فیلم درباره لحظه های پایانی مقاومت ارتش امپراتوری ژاپن مقابل ارتش آمریکا در جزیره آیوجیما در حین جنگ جهانی دومه. نامه هایی از آیوجیما یکی از 9 فیلم خارجی زبانه که در بخش بهترین فیلم اسکار نامزد شد. همچنین این فیلم نامزد 4 جایزه اسکار نیز شد که فقط بهترین ویرایش صدا را برد. 16. خرگوش جوجو. خرگوش جوجو فیلمی کمدی به کارگردانی تایکا وایتیتیه که در سال 2019 اکران شد. داستان خرگوش جوجو در دوره جنگ جهانی دوم و در کشور آلمان اتفاق میافته. پسر بچه‌ای به نام جوجو که تحت تأثیر اطراف خود قرار گرفته و عاشق آدولف هیتلره. Who's Hitler? Do you even speak German? Hallelujah. That's not a Heil. This is a Heil. Heil. Hallelujah. Heil Hitler. آرزوش عضو شدن در گروه محافظین شخصی هیتلره. اون وارد بخش آموزشی نظامی میشه، اما براش مشکلاتی به وجود میاد و از آموزش اخراج میشه. مادر جوجو که مخالف عقاید هیتلره تلاش میکنه تا اون رو با واقعیت آشنا کنه. این فیلم برنده ای اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شد.
Where are we going? Dunkirk. 15. Dunkirk. دانکرک فیلمی جنگی به نویسندگی و تهیه کنندگی و کارگردانی کریستوفر نولان ساخته سال 2017. این فیلم دهمین فیلم بلند نولان و اولین فیلم اونه که بر اساس یک اتفاق واقعی ساخته شده. داستان فیلم در جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و درباره تخلیه نیروهای بریتانیا، فرانسه و بلژیک از شهر دانکرک در فرانسه است. نولان فیلمنامه 76 صفحه‌ای نوشت که کوتاه‌ترین فیلمنامه او محسوب میشه. نولان برای نقش اول فیلمش به دنبال جوانی تازه کار میگشت که به فیون وایتد رسید. نقش آفرینی وایتد مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و اون رو کشف جدید نولان خوندن. این فیلم نامزد 8 جایزه اسکار شد که از اون جایزه بهترین تدوین صدا، بهترین تدوین و بهترین میکس صدا رو برد. شما چه فیلم‌هایی رو با موضوع جنگ دیدین و دوست داشتین که تو این لیست به چشمتون نخورد؟ سلام سینما. اگر ویدیومونو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.